یک دوره ای در تاریخ هست بهش میگن اصر طلایی اسلام دوره ای که امپراتوری اسلامی توش سرزمین های اسلامی توش خیلی جلو هستند میترکونن از نظر علمی ریاضیات نجوم فلسفه پزشکی و پیشران دنیا هستند کجای تاریخ این نقشه دنیا و موقع چه شکلیه؟ ایران چه خبره؟ اون موقع ایر اروپا چه خبره؟ اصلا این اتفاقات داره در چه حکومتی میفته؟ این ویدیو به این سوالا جواب میده با بررسی دوره خلافت عباسی یا امپراتوری عباسیان. امپراتوری عباسیان از اون دوره هایی که من هیچ فکر نمی کردم. چیز جالب و به درد بخوری برای من داشته باشه ولی چه اشتباهی می کردم یعنی اصل چیزی که من می این بود که عباسیان ظالم بودن چند امام شیعه رو کشته بودن و توی دورهشون شیعه ها خیلی اذیت شدن به شیعیان خیلی ظلم شد و اینا حرف های درستی هم هست ولی زیاد اینها رو شنیدیم اینجا میخوام یک تصویر کاملتری در بستر تاریخ ببینم ببینم که اینا کجای تاریخ بودن و اینطوری که ما داریم تاریخ رو توی بی پلاس نگاه میکنیم با زوم آوت کردن اون موقع بقیه دنیا چه خبر بوده عباسیان سومین حکومت اسلامی هستند بعد از پیغمبر اسلام سال 632 پیغمبر اسلام از دنیا میره سی سال بعدش رو چهار خلیفه راشدین حکومت میکنن بعدش امویان به قدرت میرسن یک امپراتوری عربی اسلامی درست میکنن مرزهای سرزمین اسلام رو خیلی گسترش میدن از شرق دیگه میان همه ایران و خراسان رو میگیرن میرن تا هند پاکستان امروز رو میگیرن چون میخوان برن تا اون سر راه ابریشم تا چین برن برسن و میرن آسیای میانه رو میگیرن اونا رو مسلمون میکنن و دیگه اونجا میشه نهایت پیشروی شرقی شد از قرب هم میخوام برن قسطنطنیه رو بگیرن نمیتونن حدیث و اینا میارن پیغمبر گفته مسلمان‌ها ها باید برن قسطنطنیه رو بگیرن ولی نمیتونن محاصره های طولانی میکنن و اینا خلاصه موفق نمیشن میان پایین میرن از شمال آفریقا میرن جلو مصر رو میگیرن که جای مهمی بوده هر کسی قوی میشده در طول تاریخ میخواسته در این منطقه میرفته مصر رو میگرفته خیلی سرزمین حاصل خیز و مهمی بوده و به خاطر موقعیت استراتژیکش بعد اینا میان مصر رو میگیرن میرن لیبی رو میگیرن تونس رو میگیرن الجزایر رو میگیرن مراکش رو میگیرن حالا به زبان نقشه جغرافیای سیاسی امروز میگیم دیگه جلو یا رو میگیرن میرن بالا فرانسه رو میگیرن تا اینکه دیگه جلوی فرانسه جلوشون گرفته میشه وسط فرانسه و ام... ولی خلاصه اوموی خیلی بزرگ میشن از نظر جغرافیایی خیلی گسترده میشن ام... هفتمین امپراتوری بزرگ تاریخ اگه اشتباه نکنم ولی از نظر سیاسی ثباتشون کمه کلن هم خیلی فاز عربی دارن و به غیر عربا خیلی فشار میارن و به غیر مسلمان ها خیلی فشار میارن و 90 سال هم بیشتر حکومت نمیکنن. بعد یه جایی یک گروهی از مخالفینشون شروع میکنن یه حرکت های کردن اولش زیرزمینی و دعوت و چرا خاموش و اینا بعد علنیتر از ایران و از خراسان شروع میکنن و نهایتا سال 749 اومویان رو میندازن و حکومت جدید اسلامی شروع میشه امپراتوری اسلامی جدیدی شروع میشه به نام امپراتوری عباسیان یا خلافت عباسی سومین خلافت اسلامی وسعتش اندازه همون اومویانه یعنی بزرگتر دیگه نمیشه ولی دوامش خیلی بیشتره پنج قرن اینها حکومت میکنن و یک سری از کاراشون اثراتش و تصمیماتشون یک سری اثراتش خیلی ماندگارتر از این پنج قرنه پنج قرن حکومتشون البته دو دوره متمایز داره تقریبا 100 سال اولش قدرتشون زیاده همه امپراتوری در کنترلشونه 400 سال بعدی دیگه خلیفه اون خلیفه سابق نیست اون قدرت و نفوذ رو از بغداد ندارن روی همه سرزمین های امپراتوری و همین هم میشه مقدمه اتفاقا برای شکلگیری اولین حکومت های ایرانی بعد از اسلام مثلا پس کلا داریم میگیم عباسیان 5 قرن 100 به اضافه 400 یک به اضافه 4 اومویان که قبل از اینا بودن خیلی تجربه ای نداشتن چیزی که ساختن برای اولین بار داشت به این شکل بنا شده یک امپراتوری اسلامی عربی اصلا یک امپراتوری عربی برای اولین بار داشت درست میشد خیلی هم اشتباهات زیاد داشتن اشتباهات مهلکی هم داشتن صحبت دوارش تو ویدیوی اومبیان کردیم و بالاخره هم از بینشون برد همین ها این عباسیان ولی خب اون تجربه ها رو داشتن و از اولش میدونستن که جلوی چه نقطه ضعف هایی رو باید بگیرن که براشون جدی نشه مثلا اینکه کامل دستشون اومده بود که این داستان عرب و غیر عرب رو باید بیخیال بشن برای همینم هم اینا نه تنها روی برتری عرب ها و این حرفها اصلا نرفتن بلکه از اول برعکس بنی امیه اصلا با دو تا چیز عباسیان اومدن سر کار یکی این گفتن این عربا ببین چقدر با غیر عربا بد تا میکنن ما اینطوری نیستیم یعنی نه تنها ما اینطوری نیستیم مثلا تو همون حرکت اولشون خیلی ایرانی ها بودن قیام ابو مسلم در ایران شروع کرد ماجرای اینها رو یعنی خیلی بازتر و متنوعتر از اونا عمل میکردن در عمل هم و دو اینکه که میگفتن ای اومویان مشروعیت نداشتن اینا به پیغمبر وصل نبودن که بخوان خلیفه پیغمبر باشن چون اینا امپراتوری اسلامی در واقع داشت میگفت ما خلیفه پیغمبریم جانشین پیغمبریم خلفای راشدین بودن خلافت عموی بوده حالا ما خلافت عباسی هستیم ولی خلیفه باید به پیغمبر وصل باشه باید نسبتی داشته باشه و اینا نداشتن و ما داریم حالا ما معمولا اسم خلفای عباسی رو به این شنیدیم که امامای شیعه رو زندانی کردن و کشتن و اینها واقعیت اینه که وقتی عباسیان داشتن قیام رو شروع میکردن علیه امپراتوری عموی رابطهشون با پیروان علی خیلی هم خوب بود حالا فرهنگ شیعه و اینا هنوز خیلی شکل نگرفته ولی علویان اینطوری که اون می میگفتن همکاری میکردن با اینها در انقلاب انقلاب عباسیان به کمک علویان یعنی علویان هم بهش کمک کردن خیلی هم اینا مخفی بازی و شبکه زیرزمینی و اینا داشتن چرا خاموش هم بودن نمیگفتن اصلا ما کیو میخوایم بیاریم سر کار یعنی یه انقلابی بود با مشارکت ایرانیا با مشارکت زیاد علویان و طرفداران خانواده پیغمبر و اینا که نمیگفتن کیو میخوایم بیاریم سر کار الرضا من آل محمد میخواد بیاد یه شعاری بود که برای شیعه ها دلپذیر بود میگفتن ما پیروان مختار سقفی هستیم ما به خونخواهی کشته شدگان کربلا داریم قیام میکنیم یه حرفایی شبیه این براشون منبع مشروعیت شده بود و البته این نزدیکی با شیعه ها فقط مال قبل از این بود که به حکومت برسند بعد که رسیدن گفتن که آره ما میگفتیم آل محمد منظورمون اون آل محمد نبود که آل محمد ماییم چرا ماییم؟ به خاطر اینکه اونا اصلا نسبتشون به پیغمبر به از طریق دختر پیغمبره که دختر که ارث نمیبره از پدرش که پس حکومت نمیتونه از پیغمبر به دخترش فاطمه و به فرزندان اون رسیده باشه علی هم که پدر اینهاست جد اینهاست این هاست اینا پسرموی پیغمبر بوده پسرمو نسبتش درجه دوه ما نزدیکتریم چون ما نصبمون برمیگرده به عباس که عموی پیغمبره ما یه درجه نزدیکتریم. قبل از اینکه به علی بخواد ارس برسه حکومت به عباس میره یعنی عباس و فرزندان اون نزدیکترن یه دور عجیبی داشتن میزدن 140 سال بعد از پیغمبر و اینها دیگه ولی داشتن این رو میگفتن که بگن که ما مشروعیتمون برای حکومت هم از امویان بیشتره هم از فرزندان علی بیشتره این یه پایه قیامشون بود یه پایه دیگرش هم این بود که غیر عرب ها این موالی که میگفتن در حکومت اومویان و خیلی علیهشون تبعیض میشد اینا خب ناراضی بودن اینطوری که نگاه میکنی عجیب هم نیست که این انقلاب از ایران و خراسان و اینها شروع میشه اومویان شرایط رو برای غیر عربایی که حتی مسلمون هم شده بودن سخت میکردن و اینا هم یه سریش میگفتن و اسلام به ما قول برابری و اینها داده بود ما همچین چیزی اینجا ندیدیم مالیات سنگین سرکوب سیاسی و اجتماعی نارضایتی توشون زیاد بود شیعه ها و ایرانی ها شدن همراه عباسیان در این انقلاب علیه امپراتوری اوموی یه حال بازگشت به اسلام واقعی و اینا هم دارن که البته حالا بعد از پیروزی کلا هوا میشه خلاصه ولی اینکه در 750 اینا دیگه نسخه اومویان رو میپیچن و میشن حاکم 750 زوم اوت کنیم ببینیم 750 در بقیه دنیا چه خبره در قرون وسطا هستیم دیگه به اروپا میرسیم ولی اول این طرف شرق رو ببینیم در شرق دور در چین تانک ها سر کار هستند اوج دوران رونق هست عصر شون هم هست در فرهنگ و در تجارت و در تکنولوژی خیلی بالا هن. در نتیجه راه ابریشم هم بسیار پر رونقه اصلا تأثیر چینی هاست که در راستای این راه ابریشم ادامه داره مسیر پول و مسیر رونق از اونجا داره میاد توجه هم برای همین میبینیم به سمت خراسان و آسیای میانه زیاده خراسان که میگیم یعنی خراسان امروز و افغانستان و آسیای میانه و همه اینجاها چون اینا همه مسیر آمدن از چینه یا رفتن به چینه اروپا چه خبره اروپا 300 سالی که قدرت یک پارچه ای نداره امپراتوری روم افتاده که در روم بود روم شرقی البته ادامه داره همچنان منتها اینا هم خیلی شکست خوردن در برابر اعراب مسلمان خیلی سرزمین از دست دادن هم در خاورمیانه هم در آسیای صغیر ولی خود قسطنطنیه رو که مرکزشون بود تونستن نگه دارن هر طور شده یعنی برآمدن اعراب از وسط جنگ بین ایران ساسانی و امپراتوری بیزانس روم بود روم شرقی بود ایران ساسانی رو کامل گرفتن سقوط کرد عربا گرفتنش عرب های مسلمان کامل تونستن بگیرنش ولی بیزانس رو کامل نتونستن بگیرن خیلیش رو گرفتن آسیای صغیرش رو خیلیش رو گرفتن شاماتش رو گرفتن شمال آفریقا رو گرفتن ولی مرکزش رو نتونستن بگیرن در غرب اروپا هم که امپراتوری روم اونجا فرو بود تقریبا بعد از سه قرن درگیری قبایل جرمانیک از جمله فرانکیش ها شارلمان آمده کارل بزرگ شارلمانی یه قدرت بزرگی درست کرده یه قدرت یک پارچه‌ای داره در همه اروپا درست میکنه و حالا میگیم این بزرگ شدن قدرت رابطش با عباسیان و با خلفای عباسی چطوره پس نکته اولی که تالا گرفتیم قیام عباسیان اصلا از ایران شروع شد از خراسان با قیام ابو مسلم خراسانی که یک ایران بود آمدن سر کار ادعاشون هم برابری عرب و غیر عرب بود حتی مدتها خیلی از کاراشون هم با مشورت خاندانهای ایرانی میکردن مثلا چه کارهایی رو مثلا انتقال پایتخت رو به بغداد یک کار مهمی که عباسیان میکنن اینی که پایتخت رو که در زمان عمویان در دمشق بود در دمشق در سوریه امروز بود در شامات میارن به سمت شرق میارن در عراق امروز یک شهر جدیدی درست میکنن به نام بغداد و اونجا رو میکنن پایتخت یه نگاه بکنیم رو نقشه پیغمبر اسلام در مدینه بود خلیفه های اول و دوم و سوم پیغمبر همچنان در حجاز بودند در شبه جزیره بودن در زمان علی خلیفه چهارم پایتخت منتقل شد به کوفه یعنی آمد به شمال آمد به عراق امروز در زمان معاویه و بعد بقیه امویان پایتخت رفت به سمت دمشق شام نزدیکتر به مدیترانه حالا در زمان عباسیان مرکز سقل امپراتوری اسلامی داشت یه خورده منتقل میشد به سمت شرق داشت می اومد نزدیکتر به ایران خیلی نزدیک به تیسفون که مدت ها پایتخت امپراتوری ساسانی بود امپراتوری ساسانی که در مقابل عرب های مسلمان شکست خورده بود مرکزش که در تیسفون بود در عراق امروز نزدیک شهر کوچیکی بود اون موقع به نام بغداد و اینا بغداد بزرگ رو اونجا ساختن حالا درباره بغداد صحبت میکنیم اما همین انتقال به شهر خیلی حرکت مهمی بود دیگه یادمون باشه عربا ایران ساسانی رو عملا شکست دادن همش رو گرفتن و توی همه این کشورگوشایی ها یادمون باشه جایزه ای که هواسشون حواسشون بهشون بهش هست یک جایزه اصلی تجارت کنترل مسیرهای تجاریه و تو این منطقه یعنی کنترل راه ابریشم شهرهای مهم سر راه ابریشم همون اون موقعی که در زمان عمر رفته بودن شام رو گرفته بودن شهرهای مهم در مسیر تجارت رو میخواستند مثل دمشق در ادامه فتوحاتشون هم در عراق و در ایران دنبال همین بودن امپراتوری ساسانی خیلی گسترده بود یه بخش مهمش همین میانرودان رودان بود بین اون بین دجله و فرات الان خلافت عباسی داشت مرکزشون میذاشت همونجا بعضی از مورخین میگن این پارسی شدن خلافت عباسیه The Persianization of the Caliphate داریم درباره امپراتوری اسلامی صحبت میکنیم امپراتوری که از پاکستان بود تا اسپانیا و مرکزش کنار مدیترانه بود در زمان اومویان در دمشق بود یه تلاشایی برای گسترش به سمت غرب کرده بود قسطنطنیه رو سعی کرد از بیزانس بگیره نتونسته بود بعد از آفریقا رفته بود جلو شمال آفریقا و اطراف مدیترانه رو گرفته بود و فرانسه رو نتونسته بود بگیره و اسپانیا رو هنوز مسلمونا داشتن ولی دست عباسیان بهش نرسیده بود چون یکی از شاهزاده‌های اموی فرار کرده و رفته بود اونجا رو گرفته بود از یه برنامه شامی فرار کرد شام و پیچون در واقع جونش نجات داد رفت اونجا یه امپراتوری تاسیس کرد که حالا قصهش رو میگیم و حالا اینها دارن منتقل میکنن پایتخت رو یه مقدار به سمت شرق نزدیکتر به اونجایی که مرکز پایتخت ساسانی بود داستان شامر هم اینجا بگیم داستان واقعی میگن که در یک شهری نزدیک تلاویو و امروز دعوت کردن همه شاهزاده های رو اونجا و اینا هم رفتن نشستن سر قضا آمدن همشون رو گردن زدن جنازه ها افتاد سفره پنگ کردن روش و خودشون نشستن بقیه قضاها رو خوردن یکیشون که این شامه رو پیچوند رفت اسپانیا و اونجا حکومتی درست کرد حکومت اومویان اسپانیا درست کرد اول ادعایی هم نداشت میگفت حالا اینا خلیفه هستن منم اونجا بر خودم حکومت دارم بعدن که عباسیان ضعیف شدن کم کم اونم چیز شد اونم گفتش که اصلا خلافت مال منه و اینا ولی نکته مهمش اینه که این وقتی رفت اونجا در اسپانیا عباسیان دیگه دنبال پیشروی به سمت غرب نبودن یا نمیتونستن یا نمیخواستن نمیدونم نگاهشون به سمت شرق بود در غرب دیگه نمیتونستن برن جلو توجهشون به سمت شرق بود یعنی سمت شرقی راه ابریشم این سر مسیر که به چین باستان وصل میشد به خراسان و ایران و ایران و افغانستان و آسیای میانه و اتفاقا تجارتشون با چین بعدا خیلی هم پر رونق شد حالا بعدا که برسیم به اینکه چرا دوره عباسی شروع اصر طلایی اسلام شد اهمیت این تغییر از غرب شرق مشخصتر هم میشه اما یه نگاهی بکنیم به بغداد چون واقعا داستان بغداد داستان اوج خلافت عباسیه مخصوصا در دوره اقتدار اولش بغداد اسم فارسی هم هست بغ یعنی خدا بغداد چیزی که خدا داده اسم بغداد الان با داستانهای هزار و یک شب و تصاویر رویایی و افسانه ایش واقعا مونده در تاریخ هزار افسان یک کتاب داستان ایرانیه که به نوشته ابن ندیم و بغدادی در زمان یا همزمان با حخامنشیان توی ایران تعلیف شده در قرن یکم یا دوم هجری به عربی ترجمه شده به نام الف لیلتون و لیله یعنی هزار و یک شب و اصل پهلویش ناپدید شده تا قرن هفتم هجری نسخه فارسی این کتاب هزار افسان به فارسی در ایران موجود بوده در قرن هفتم با بالا گرفتن تعصب های دینی هزار افسان مثل هر کتاب دیگری که اسمن غیر اخلاقی ناپدید میشه اما ترجمه عربیش در مصر و سوریه و این طرفا بوده این ساختن بغداد و تبدیل کردنش به یکی از ثروتمندترین و مهمترین شهرهای جهان شاید بزرگترین پروژه زیرساختی عباسیان هم بود حداقل در ابتدای کار که قطعا بود و بسیار هم موفق شد البته گفتم بغداد از زمان ساسانیان شهر بود در نظر تجاری و بازرگانی جای مهمی هم بود ولی کاری که منصور عباسی کرد اصلا یه سطح دیگری بود اینا هم پایتخت اولشون عباسیان کوفه بود بعد دیدن که علوی ها اونجا زیاد و قوی هستن رفتن انبار منصور هم که آمد خلیفه دومشون اولین خلیفه مهمشون آمد رفت در کوفه اول خطبه خلافت خوند ولی بعد رفتن دنبال یه جای خوب پیدا کردن و اومدن بغداد و ساختن اونطوری که میخواستن ساختن اونطوری که میخواستن چی بود؟ یک شهری ساختن با ساختار مدور وسط دایره کاخ خلیفه از همه جاهای مختلف فاصلش یکسان محافظت شده بهترین نقطه محافظت شده از همه جهت ها دور این کاخ دارالخلافه مسجد جامع مرکز نیروهای نظامی و انتظامی خونه فرزندان خلیفه خدمتکاران و بردگان و کاخهای عمرا و دولت مردان و دیوان حکومتی و اداره ها بیت المال و مطبخ عمومی و اینها بعد یه دایره بزرگترش بازارا که محل تجارت بود بغداد شهر پر باز پر رونقی هم شد از نظر تجاری بعد دور اون خونه های مردم و بعد دیگه بزرگترین دایره خارجی ترین حلقه دور شهر سنگر و دیوار دفاعی و خندق و اینجور تیزا دو تا قطر دایرم چهار تا خیابون بزرگ بود از شمال شرقی به جنوب غربی از شمال غربی به جنوب شرقی چهار تا هم دروازه داشت یکی به سمت شام یکی به سمت بسره یکی به سمت خراسان یکی به سمت کوفه بغداد رو شهری ساختن از اول اون جوری که میخواستند با برنامه ریزی شهری در سطح همون موقع اینکه کدوم گروه کدوم محله زندگی کنن به آب دسترسی داشت از شمال و از جنوب کنار دجله بود کنار مسیر تجاری بود اینا همه به رونق تجاریش هم کمک کرد و شد یک شهر بازار بزرگ خیلی سریع بزرگ شد اصلا دو تا شهر دیگه از کنارش در اومد ولی این شهر مدور همون وسط موند آدم آدمای پرنفوذ و درباری خودشون برای خودشون قصرهای باشکوه هم ساختن و باغهای زیبا و سرسبز و خلاصه بغداد شد اون شهر رویایی و افسانه ای که توی قصه ها احتمالا خوندیم پر رونق، آباد چند ملیتی به زبان امروز و شهری جهانی که توش عرب و ایرانی و ترک و رومی و زنگی و همه زندگی میکردن و همین هم نقش داشت بعدا در اینکه بغداد بشه مرکز علم و دانش چون از جاهای مختلف دنیا پزشک و ادیب و دانشمند و منجم بود که میامد به بغداد و این همه آدم اینجا جمع بشن با هم هم فکری کنن مباحثه کنن مراوده کنن مشخصه که چی میشه دیگه کلی کتابخونه تو بغداد ساخته شد خلافت اسلامی شد عامل اصلی کتابخونه ساختن در جهان اسلام کتابخونه ها رو ساختن دانشمندا برن توش دور هم جمع بشن برای بحث و تبادل نظر مدرسه ساخته شد دو تا مدرسه معروف مدرسه نظامیه مدرسه مستنصریه بیمارستان کلی ساخته شد از همه مهمتر یک جایی به نام بیت الحکمه ساخته شد یا دارالحکمه ساخته شد معتبرترین مؤسسه علمی فرهنگی جهان اسلام بود در دوره هارون و رشید اینا البته جلوتره که در بغداد ساختنش یه جایی بود که دیگه فقط نه با هم مباحثه بکنن یک پروژه بزرگ ترجمه را انداختن نوشتن کتاب های علمی ترجمه کردن کتاب های علمی و فلسفی و کلی رونق فلسفی از اینجا آمد شد یکی از بزرگترین کانون انتقال علم در تاریخ بشر اون اصر طلایی که گفتیم از اینجا شروع شد شهرم عمدتا در دوره عباسی در امنیت و ثبات بود یعنی بدون جنگ بود یه بار جنگ شد اون هم جنگ داخلی بود بین دو تا برادر سر جانشینی درگیری شد بین امین و معمون سر خلافت درگیری شد و خیلی شهر آسیب دید و خیلی جاهاش ویران شد منتها موند و تا وقتی که مغول ها آمدن و بغداد رو هم مثل خیلی جاهای دیگه خراب کردن بغداد بود و آباد و سرپا هم بود حالا درباره بغداد و این دوره طلایی یه خورده دیگه جلوتر صحبت میکنیم چون ایرانی نقش بسیار کلیدی داشتن خاندان های ایرانی در این پروژه های مهم دوره عباسی ولی یه نکته خیلی جالب دیگه بگم اینو من در تحقیق بر همین ویدیو فهمیدم خیلی جالب که این عباسیان امپراتوری عباسی حکومتی بود بر پایه مالیات و این یه خود متفاوتشون میکرد از حکومت دیگه یه مقدار دقتم بکنید تا اینجایی که صحبت کردیم حرفی از فتوحات نیست حرفی از کشورگشایی و حمله به همسایگان و اینها نیست یا خیلی نبود یا اگر بود خیلی موفق نبود ولی واقعا وجه بارز حکومتشون نبود رو نقشه هم که نگاه بکنیم سرزمیناشون همون اول در بزرگترین حالتش بود بعدن حالتهای های مدتی هم که اقتدار داشتن همونو داشتن بعد کم کم از دست دادن حکومت های محلی و مستقل اونجاها شکل گرفتن وقتی اینطوری باشه که تمش در جنگ نباشن که به نظر میرسه یه خور وضعیت خاصیه برای حکومت اون موقع نخبگان جامعه از فرماندهان سپاه نیستن از فرماندهان ارتش نیستن اونطوری که مثلا امپراتوری روم بود که عملا دور ساختار نظامی درست شده بود از اون طرف مثل یه تعداد دیگه از اون جوامع معاصرشون یا بعدشون هم نیستن که اشراف و نخبگانشون از زمیندارها باشن اینجا نخبگان بیشتر از کسایی بودن که رو همین کارهای اداری کنترل دارن اون بدنه نظام که مالیات ها رو می گرفتن بر همین اینا بزرگترین دولت اون زمان دنیا رو درست کرده بودن بزرگتر از تانک ها در چین بغداد بزرگترین و ثروتمندترین شهر دنیا بود و این یه مقدمه برای نکته برجسته بعدی اینکه که پیشرفت فرهنگی و علمی زمان عباسیان اتفاقی نبود. اصر طلایی اسلام نتیجه برنامه ریزی بود که اینها در حکومتشون کرده بودن. هزینه کردن برای اینکه متون علمی از یونان و ایران و هند و اروپا و بیزانس و از همه جا بیاد ترجمه بشه به عربی. در علم، در جغرافی، در ریاضیات، در فلسفه، در پزشکی این دارال ای که گفتم اینا در 830 درست میکنن در بغداد زمان هارون و رشید کتاب خونش بزرگ هست ترجمه توش زیاد میکنن ولی فقط این نیست که ترجمه کنن انتقال بدن دانشو خیلی پروژه های تحقیقاتی مهمی اونجا انجام میشه در بغداد پایتخت حکومتی که از هند تا ایران تا شامات تا آسیای صغیر گسترده است یعنی همه دسترسی به همه کتاب ها و علمی که در تمدن هندی و ایرانی و یونانی هست دارن اینا یونانی رو که نگرفتن بیزانسی رو که نگرفتن چطوری دسترسی دارن خیلی جالبه قسطنطنیه رو نگرفتن ولی یک عهدنامه نوشتن بعضی از بعد از یکی از جنگاشون با امپراتوری بیزانس روم شرقی که اینا بتونن یه سری کتاب از کتابخونه اونا امانت بگیرن و بعد اینجا بگیرن ترجمه کنن در هر رشته می اومدن این کتابا ترجمه میشدن بعد میرفتن حالا دست یک کاتبی یه خطاطی مینوشت و رونویسی نویسی می میکرد و میذاشتن توی کتابخونه و از زمان منصور شروع شد اولین خلیفه مهم عباسی ولی دیگه در زمان هارون و رشید و معمون و اینا خیلی اوج گرفت این دارالحکمه هم باز یه چیزیه که مغلا که آمدن خرابش کردن ولی تو این نهزت ترجمه و رشد علم ایرانیا نقش خیلی مهمی دارند به خاطر اینکه از زمان اولین خلیفه عباسی اینا وزیر ایرانی داشتن خاندان برمکیان اینا هم ابن انجده به قول قدیمی ها وزارت بودن در حکومت عباسی یعنی از زمان آخرین خلیفه اموی در واقع وزارت تو وزارت بودن وزارت هم وراستی بود البته وراستی بودن شغلا چیز عجیبی نبود نظامیان هم وراستی منتقل می شغلشون در ایران حداقل اتبا هم همینطور بود برمکیان هم در این کار بودن اصلا اینا اول از قبل از اسلام موبدانی بودن در بلخ در افغانستان امروز در یه آتشکده زرتشتی بعد معبد بودایی میشه دست اینا باز میمونه زمان عثمان انگار مسلمون میشن و دیگه از زمان عمویان کم کم میان تو دستگاه و بعد در انقلاب علیه عمویان با عباسیان هم دست میشن از اول دوره عباسی میشن وزیر یعنی بسیار با یه طوری که یه دوره از خلافت عباسی رو بعضیها میگن دولت خراسانی و اینها خیلی مؤثرن در اینکه حمایت از علم و هنر بیاد تو برنامه خاندان عباسی اون پروژه بزرگ ترجمه و این رواداری و باز بودن حکومت عباسی توش نقش خاندان برمکی انگار مهمه حالا بعدا ما یه ویدیوی دیگه درباره عباسیان و ایرانیان در زمان عباسیان و اینا میسازیم اونجای خوردهی دقیقتر و مفصلتر صحبت میکنیم و البته بعدا میونشون هم خراب میشه اونم ماجرای جالب زمان هارون و رشید که میشه به جعفر برمکی میرسه جعفر برمکی رو اگه علایدین دیزنی رو دیده باشید اینطوری نشونش میداد زمان هارون رشید این با خواهر هارون رشید یک سر و سری دارن انگار و هارون رشید دیگه از قدرت اینا رو میذاره کنار و بعدش هم به طرز فجی کشته میشه انگار خیلی خلاصه ماجرا ماجرا خیلی جالبیه و همین که یه خاندان غیر سلطنتی غیر عرب تونستن در حکومت عربی اسلامی انقدر مؤثر باشن و انقدر جایگاه طولانی و بالایی داشته باشن جالبترشون میکنه من واقعا دوست دارم بیشتر درباره هم اینا و هم نقش ایرانیان در خلافت عباسی بدونم یه نکته مهم دیگه هم اینجا هست اونم باز حاشیه‌ای ممکنه به نظر برسه ولی جالبه این نهزت ترجمه و این همه کتاب جدید نوشتن و اینا یه چیز دیگه هم لازم داشت کاغذ کاغذ چیزی بود که تا موقع معمول نبود کاغذ رو چینیا چند قرن پیشش اختراع کرده بودن البته ولی به کسی نمیدادن تکنولوژی شو در ایران و در روم و در بقیه جهات رو پوست می نوشتن انگار همچنان تا اینکه در جنگ تراز مسلمان ها, ها رو شکست میدن عباسیان چینی ها رو شکست میدن جنگ بین عباسیان و تانک های چین بعد اونایی رو که اسیر کرده بودن میفهمن چند تا از اینا کاغذ ساختن و بلدن میان بهشون میگن که بیاین به ما یاد بدین ما هم آزادتون میکنیم تکنولوژی کاغذ درست کردن اینطوری از چین میاد بیرون اول به سمرقند و بعد در زمان هارون رشید باز به پیشنهاد و مدیریت جعفر برمکی میاد در بغداد اصلا کارخونه کاغذسازی را میندازن و یک قدم فیلی برداشته میشه برای اینکه دانش رو بتونن گسترش بدن و در نتیجهش خب خیلی هم ثروتمند شدن دوره که اروپا افتاده دست تعصبات مذهبی دانشمند و غیر دانشمند و همه دارن یک جوری به یک اتهامی سرکوب میشن این طرف داره اتفاقی میفته که نمیذاره همه علم از دست بره همه منابع میان ترجمه میشن یک جای امنی میشه که دانشمندا بیان بنویسن و بحث کنن و علم رو جلو ببرن بسیار هم خلافت ثروتمندی میشه هم حالا با این پروژه هایی که اینا اجرا میکنن هم با رونق تجارتی که اونجا هست و این ثروت باز دوباره فرصت برای توسعه بیشتر براشون فراهم میکنه خود منصور میگن خلیفه اول مهمشون خیلی به پزشکا علاقه داشت خیلی کنجکاوی داشت پزشکای مهمی رو آورده بود در دربار اینا جمع شدن بیمارستان را افتاد به نجوم خیلی علاقه داشت مثل خیلی از پادشاهای اون موقع که آب میخواستن بخورن از منجم ها تکلیف میکردن تا کسب تکلیف میکردن نظر می گرفتن اینا هم دور خودش جمع کرد منجمه رو جمع کرد به ادبیات علاقه داشت کلی کتاب از زبان‌های مختلف ترجمه شد به عربی دانشمندای هندی رو دعوت کردن بیان با شیعیان و با امامان شیعه مشکل داشتن کلی فقه ها و اینا رو دعوت کردن بشینن در علوم قرآنی و احادیث و اینا کار بکنن در مباحثه قوی بشن همه اینا حالا با شدت بیشتر در دوره هارون رشید و معمون و ایدام ادابه پیدا کرد بغداد فقط به خاطر رونق, اقتصادی و ثروتش دیگه شهر مهمی نبود شهری بود که خارزمی و فارابی و الکندی و ابن هیسم و رازی و اینا همه نه که همه همزمان هستن ولی اینا مال همون دوره ای هستن که داریم ازش صحبت میکنیم اینجا پروژه تعریف میکردن که مثلا بریم ببینیم دور زمین محیطش چقدره یعنی فقط مسئله دونستن چیزهای قدیم نبود مسئله جلو بردنش هم بود میخواستن ببینن دنیای کلاسیک چی داره از علم از جغرافی مثلا در ادبیات خیلی دنبال ادبیات یونانی و شعر و هنر و اینا نرفتن برای شعر و هنر و اینها بیشتر یا ادبیات عرب بود منبعشون یا ادبیات فارسی بود یا برای ریاضیات از هند خیلی مسلسات و اینا دانش مسلسات و اینها از اونجا اومد خیلی توابع مسلساتی تانجانت و کوسینوس و کوتانجانت و اینا همون دوره در بغداد یا کشف میشن یا ابداع میشن در فلسفه بیشتر دنبال این بودن که ببینن دنیای کلاسیک یونانی چی گفته اول اونو یاد بگیرن ارسطو براشون خیلی مهم بود ارسطو درباره خیلی چیزا حرف زده بود خیلی و درشون میخورد برای سر آوردن از دنیا منطق داشت ارسطو بعد از این طرف این ورودی رو میبینیم که ترجمه و مطالعه ارسطو و ایناست از اون نتیجه رو میبینیم که همین دوره دوره رشد عقلگرایی در ادبیات دینی اسلامی دوره رشد اندیشه معتزله است که میگن که میخوایم ببینیم اسلام چی میگه میتونیم به عقلمون تکیه کنیم عقل بر حدیث مقدمه خیلی مهم نقشی که این حکومت اسلامی اون موقع داشت و دوباره بگم فقط واسطه نبود که ترجمه کنه نگه داره بعد یکی دیگه بیاد ترجمه کنه ادامه بده خیلی تحقیقات و کارهای اوریجینال کردن در اون دوره هم در فلسفه هم در ریاضیات و در پزشکی و کلا علم رو توسعه دادن مثال دوباره بزنم که این از اون مثالایی که تو ذهنمون میمونه میگن دانش ریاضی عدد از هند اینطوری آمد به ایران و بعد به عراق امروز و اونجا در بغداد خارزمی علم جبر رو ابداع کرد کتابی که خارزمی نوشت در قرن نه بر پایه ریاضیات هندی بعدا چهار قرن بعد ترجمه شد به لاتین بعد ادامه ماجرا این طرف دنیا پیش رفت چون ریاضیات اون موقع در اروپا اینطوری نبود رومی ها و یونانی ها با عدد کار میکردن ولی مثلا مفهومی مفهوم سفر نداشتن صفر نداشت ریاضیات رومی و چون صفر نداشتن اشاری نداشتن اینا از هند آمد در بغداد توسعه پیدا کرد و نتیجهش که الان در ریاضی و در جبر و در معادله و اینها مونده مال اون دوره طلایی دوران اسلامه خیلی میشه درباره این دوره صحبت کرد ولی فکر میکنم برای اینجا همینقدر بسه یه بار اگه درباره تاریخ علم کار کردیم شاید یه خورده به این دوره یه طور دیگه هم نگاه کردیم حالا اینجا میخوام یه تصویری از این 500 ساله عباسیان بگیریم 500 سالی که یه سری خلیفه های معروفشون رو گفتیم منصور خلیفه دومشون هارون و رشید و معمون منصور اونیه که به کمک برمکیان نهادهای حکومتی رو ساخت از منصب وزارت و دیوان سالاری و یک سری نهادهایی برای کارهای مالی و اجرایی و بیت المال و دیوان خراج و دیوان خاتم و دیوان خادمان و و پروژه های شهرسازی مهمی که گفتیم مثل بغداد قصرهایی مسجدهایی تعمیر مسجد الحرام ولی مهمتر از همه اینها شاید معروفترین و پر ترین خلیفه عباسی هارون و پنجمین خلیفه عباسی از نظر نظامی هم قدرتمنده یه درگیری های زیادی هم با بیزانس داره ادامه همون درگیری هایی که امویان داشتن به یه معنی ادامه همون درگیری هایی که چند قرنه که ایران و روم داشتن از زمان اشکانیان و ساسانیان از جمله سر کنترل جاده ابریشم و بعدا هم ادامه پیدا کرد بین ایران و عثمانی در دوره مدرن اون موقع درگیری در عراق نبود در آسیای صغیر بود در آناتولی بود در ترکیه امروز بود تلاشهایی ام تلاشایی داشتن عباسیان که مدیترانه رو بگیرن از بیزانس که خیلی موفق نبودند برتری دریایی دست اونا بود تازه این بیزانسی که ضعیف هم شده و خیلی شهرهای زیادی توش نیست دیگه ولی به هر حال قسطنطنیه رو دارن و به مدیترانه مسلط ترن. یا یه چیز خیلی مهمه دیگه مال زمان هارون رشید ارتباط دیپلماتیکی که وصل میکنن با برقرار میکنه با شارلمانی شارلمانی کسی بود که 300 سال بعد از فروپاشی امپراتوری روم یه قدرت بزرگ واحد در اروپا درست کرد سال 800 روز کریسمس به دست پاپ تاجگذاری کرد در روم و شد امپراتوری که حالا بعدا گفتن شد اولین امپراتور مقدس روم امپراتوری روم جدید درست کرد قدرت بزرگ واحد اروپایی تازه درست کرد در اروپای غربی میگفتن قبلا به این موقع به این دوره که تمام شد اینجا میگفتن دوره دارک ایج میگفتن دارک به خاطر اینکه قدرت مسلط فاهد توش نبود شهری نبود روستایی بود تجارت توش قوی نبود فرهنگ عملا حوزه یه گروه کوچکی از آلمان دینی بود حالا شالمانی آمده بود بشه اون قدرت مسلط روم جدید درست بکنه این طرف دنیا هم هارون و رشید اونم خلیفه و جانشین پیغمبره میگه هستم اونم پادشاه یک امپراتوری بزرگه افتاد دا گفتم دارکج بگم دیگه الان نمیگن دارکج میگن که درست نیست اینطوری بگیم چون نگاهمون رو به اون دوره با یه قضاوتی همراه میکنه که جلوی تحقیق علمی رو میگیره ولی خلاصه ما ممکنه به اسم دارک ایج بشناسیم خلاصه بین هارون و رشید و شالمانی روابط دیپلماتیک در سطح دنیای اون موقع شکل میگیره یک فیلی انگار هدیه میفرسته هارون برای شالمان به یه فیلی به نام ابو عباس و یه اتحاد سیاسی دورادوری دارن چون منافع مشترک دارن علیه بیزانس و البته این علیه اومویان اندولوس اومویان اسپانیا تبادلات فرهنگی هم دارن معمولا هم چنین روابطی تهش برای اینه که تجارت رو ممکن بکنن دیگه اصلا دیپلماسی از همون موقع هم یه کارکرد مهمش این بوده که راه رو برای تجارت هموار بکنه باز بکنه منصور رو گفتیم هارون و رشید رو گفتیم یه خلیفه مهم دیگه توی اون اقتدار صد ساله اولشون معمونه خلیفه هفتمه البته همونیه که گفتم زمانش جنگی هم با امین میشه در بغداد و ولی خلاصه معمون پیروز میشه ارتباط خوبی داره اینم با خاندانهای ایرانی مثل برمکیان و خاندان سهل و اینها و این دوباره دوره رونق در زمینهای مختلف یعنی رونق ادامه پیدا میکنه رشد اندیشه و رشد علم و بر من واقعا خیلی جالبه وقتی درباره خیلی از پادشاه های مختلف دنیا صحبت میکنیم نقاط برجسته کشورگشایی که اینجا رو گرفتن اونجا جنگیدن با پیروان این دین چنان کردن با اونها این کارو کردن در ولی مقدار زیادی از حرف درباره رونق علمیه و درباره آبادیه و درباره ساختنه درباره دوره معمون البته فقط رشد علم و دانش نیست مثلا کشاورزی هم هست کشاورزی هم بهتر میشه منظمتر میشه سیاستهای مالیاتی منظمتر میشه گزارش هایی هست که تجارت, تجارت رونق گرفته صنعت رونق گرفته رفاه عمومی بالاتر رفته و هر سه تا خلیفه هایی که ما گفتیم به عنوان خلیفه مهم اسماشون بر ما آشناس به خاطر اینکه خارج از تاریخ ما تو بستر مذهبی ممکن اینا رو شنیده باشیم که اینا خلافت رو به ناحق گرفتن از خانواده پیغمبر و از امامان برحق شیعه قصب کردند و با اونها و با پیروانشون بدرفتاری کردند خودشون رو که پیشوای گروهی از مسلمان ها بودن یا کشتن یا زندانی کردن یا هر دو ما اینجا وارد اون داستان نشدیم همین که اونا رو به اندازه کافی شنیدیم و جاهای دیگه هم بهش پرداختن و میپردازن و همین که ما اینجا دنبال کنجکاوی جدید بودیم و هستیم که این تصویر جزئی از تاریخ رو که شاید از تاریخ این دوره داشته باشیم اینو یه خورده بزرگترش کنیم ببینیم کجای دنیاست کجای قصه دنیاست کجای قصه ای ایرانه و پازل ذهنی خود از تاریخ دنیا چطوری کامل میکنه همه اینا ولی مال صد سال اول مال دوره اوج اقتدارشونه امپراتوری قوی هستن قدرت خلیفه زیاده رشد علم و فرهنگ همینجاست بغداد و همینجا میسازن همش مال همین دوره است خلیفه هم مقبولیت داره تا حد زیادی مشروعیت هم داره تقریبا هم بدون چونو و چرای بجز میگم شیعیان پیروان فرزندان علی که اقلیتی هستند مخالف حکومت و مبارزه فعال هم دارن نمی کنن. بقیه رو بقیه جاها رو جای پاش محکم خلیفه ولی اون 400 سال دوم چهار قرن دوم اینطوری نیست ضعیف میشه قدرت خلیفه همچنان در بغداد هست ولی کنترلش روی سرزمین های دورتر کمتر و کمتر میشه حکومت شکل میگیرن که دیگه کم کم پی خلیفه هم نمیرن مالیاتی هم که بهش نمیدن هیچ بعضی هاشون پا میشن میان بغداد رو هم میگیرن بعد میگن حالا شما اینجا خلیفه باش کارتو بکن ولی کاری به کار ما نداشته باش میرسیم بهش در این دوره اون یک پارچگی که درست شده بود از بین میره اون حکومت امویانی که در اسپانیا درست شده بود اون شاخ میشه اصلا میگه خلیفه ماییم در ایران ایرانیایی که قرن اول کمک کرده بودند به برآمدن عباسیان به تثبیتشون به پروژه های بزرگشون به همه اینها دیگه کم کم قدرتشون کم شده یک قرنی سرکوب میشن و بعد یواش یواش قدرت های محلی در منطقه های مختلف ایران درست میشن اولی یکم مستقل از بغداد بعد یکم بیشتر بعد در قرن دهم ده هم آل بویه پا میشن میرن بغداد رو میگیرن میگم خلیفه رو گذاشتن سر جاش ولی دیگه واضح بود که این آل بویه خراجی به این خلیفه نخواهد داد و تو همین دوره هم هست که قدرت خلیفه که داره کم میشه نقش حرم سرها هم زیاد میشه یعنی توی یه بخشی از این دوره است یک زنهایی در حرم در سیستم پیدا میشن به نام قهرمانه کلا تو سیستمشون اینا یه سری قهرمان داشتن قهرمان و قهرمانه اینا کسایی بودن که آره آدمای به درد بخور سیستم بودن تو کارها روشون حساب میکردن تو سیستم اداری حالا دوره اول عباسی ها قهرمان ها و قهرمان ها بیشتر کار اقتصادی و اینا میکردن کارکردشون این بود تو دوره که اینا ضعیف شدن اینا قدرت سیاسی پیدا کرده بودن کاربلدای سیستم بودن واسطه مثلا بین حرم سرا و دارالخلافه بودن خلیفه یا مادر خلیفه اینا رو هواشون رو داشت انتخابشون میکردن بعضیا میگن اینا خودشون دیگه وزیر می آوردن وزیر می بردن. نقششون خیلی جالبه از پایین شروع میشه بعد شروع میکنن انگار به مشارکت کردن در امور مملکت و اصلا مملکت داری و از یه قهرمانه صحبت میشه خانومی دیگه قهرمانه به نام سمال که قاضی شده بود در دیوان مظالم میگن اولین قاضی زن مسلمان بود اینم خلاصه پدیده جالبیه در حکومت اسلامی بیش از هزار سال پیش یه مقدار معادله و موازنه قدرت عوض شد بعدن دیگه از همون موقعی که آل بویه آمدن دیگه تو ایران کم کم میبینیم داره حکومت مستقل و نیمه مستقل شکل میگیره بعضیا منصوب خلیفن یه جور توافقی بین خلیفه با اعیان و اشراف ایرانی یه بده بستونیه بعضی ها هم مذهبن با بغداد با استقلال سیاسی بعضی هم با اختلاف مذهبی با خلیفه رو هم که نگاه کنیم میبینیم حکومت مستقل تمرکزشون در خراسان زیاده یه مقدار و این هم احتمالا یه چیزی که نشون میده اینه که چقدر این مسیر تجارت با چین مهم بوده یکی از پایه های شکل گرفتن دولت های مستقل اسلامی در ایران همینه به حواسمون باشه الان قرن ده هم هستیم قرن ده زمانی که دیگه به نظر میرسه اسلام در ایران فراگیر شده اسلام قرن هفت به ایران آمده ولی ایرانی ها اینطوری مسلمون نشدن یه 300 سالی طول کشیده انگار و اینطوری که ببینیم ایرانی ها یعنی ساکنین فلات ایران تقریبا همون موقعی دارن دیگه مسلمون میشن کامل که اروپایی ها دارن مسیحی میشن مخصوصا شمال اروپا دارن مسیحی میشن اینو از این به بعد که دیگه زوم اوت تاریخی میکنیم خیلی کمکمون میکنه داستان هامبورگ و داستان برمن و داستان اسکاندیناوی و اینا رو که ببینیم تاریخش رو بخونیم میبینیم کلیساهای این شهر رو اصلا ورود مسیحیت به اینا که یه نشونش اینه که کلیساشون کی ساخته شده اینا مال همون قرن ده و یازده و مطالعه های باستانشناسی جدید به نظر میرسه که به ما میگن که این دور نیست از زمانی که ایرانیان هم اسلام رو پذیرفتن به عنوان دین خودشون دیگه سراسری و در نتیجه اینکه حالا حکومت های مستقلی هم که دارن در ایران درست میشن اینا هم همشون حس میکنن که یک مقبولیت ملی لازم دارن مشروعیت دینی هم لازم دارن ایرانی هم که اسلام رو پذیرفتن این حکومت هم طبیعتا اسلامی میشن برای مشروعیت دینی حتی بعضیشون شاید به این خاطری که خلیفه رو میپذیرن به عنوان یک اصل معنوی میپذیرنش ارتباطشون رو با خلیفه حفظ میکنن چون نمیان ادعای خلافت پیغمبر نمیکنن خلافتش رو میپذیرن حتی اگر با حکومتش مشکل دارن و حکومتش رو بر خودشون نمیپذیرن رابطه حکومت ها البته با خلیفه بالا پایین زیاد داره همیشه یک نواخت نیست ولی یک تعاملی توشون هست همیشه حالا اینا داستانه خیلی جذابی دارن سامانیان و تاهریان و سفاریان و اینا خیلی توش جزیات جالبی هست و خیلی خیلی آموزنده و کنجکاوی برانگیز ولی باشه برای بعد عباسیانی که گفتیم فقط یک جنبندی بکنیم گفتیم عباسیان اول قرن هفت دنیا این شکلی بود دو تا قدرت بزرگ این طرف و اون طرف بودن امپراتوری روم امپراتوری ساسانی ایران عرب مسلمان این وسط با یه دین جدیدی آمدن امپراتوری ساسانی رو شکست دادن ایران رو گرفتن در سرزمین های بیزانس پیش کردند. یک قرن از ظهور اسلام نگذشته چنین امپراتوری بزرگی درست شد اول با خاندان اوموی که سیستمش پرخطا و پر اشکال بود تکیش روی عربها بود نهایتا ناموفق بود در ایجاد ثبات و دوام بعد خاندان جدیدی آمدند این بار با مشارکت فعال غیر عرب ها از جمله ایرانیان و دورانی شروع شد که بهش میگیم عصر طلایی اسلام که نه فقط برای خودشون و حکومتشون و اسلام مهم و مؤثر بود نقش مهمی داشت در توسعه و جلو بردن دانش و فرهنگ بشری مرز بین هند و ایران و بین النهرین و آسیای صغیر و و شمال آفریقا و اینا وقتی ورداشته شد وقتی زبان همه اینها زبان عربی شد زبان علمی یکی شد انگار مرز برای انتقال دانش و انتقال ایده ها ورداشته شد چطوریه که الان زبان مشترک علمی برای بیشتر دنیا انگلیسیه اون دوره عربی بود متفکرین یهودی هم به عربی می نوشتن متفکرین مسیحی اسپانیا هم به عربی می نوشتن بعد عربای حاکم هم نگاهشون نبود که این تمدن گمراهی بوده که ما باید نابودشون کنیم خودمون بهترش رو آوردیم ایشون اینطوری توضیح میداد تو این ویدیو خیلی جالبه در یه دوره آموزنده که من دیدم برای آماده کردن این ویدیو خیلی پیشنهاد میکنم اگر موضوع براتون جالبه این دوره رو کامل ببینید مال دانشگاه ییل میگه که اینا اینطوری میدیدن که یک باغ قشنگ و سرسبزی هست که ما بهش رسیدیم نمیخوایم زیر و روش کنیم نمیخوایم همش رو به هم بزنیم میخوایم ازش محافظت کنیم میخوایم ازش لذت ببریم و میگه اون موقعی که اینا در اوج قدرت بودن اون دوره‌ای که در اوج رواداری هم بودن اقتدار عباسیان البته بعد از قرن اول کم شد ولی دوران طلایی علم و دانش و فرهنگ و اینها ادامه داشت تا زمانی که مغولان آمدن و بغداد رو ویران کردن و کتابها رو انداختن در دجله طوری که میگن آب دجله سیاه شد از جوهر کتابها و خیلی واقعی اثرگذاری شد روی مسلمون ها. انتظار نداشتند که همچین بلایی سرشون بیاد سعدی که زنده بود در دوران سقوط بغداد و فتح و خراب کردن بغداد و گزارش کرده توی بعضی از شعراش این رو گفت توی شعرش که نسیم و سبا بغداد و بعد خرابه ها لو تو لوکانت تمر رو قبری این بادی که بر ویرانه های بغداد میوزه ای کاش این باد بر سر قبر من میوزید آمدن مغولان دارالحکمه رو خراب کردند خلیفه رو اینطوری که گزارش شده پیچیدن تو فرش با اسب از روش رد شدن انقدر تا مرد و چنان کردند که سعدی گفت آسمان را حق بود گر خون به گریت بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیرالمؤمنین